یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظهر و جئنا به بضاعت مزجاد و اوفنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. هر چی داره سفید تر میشه به این نتیجه میرسم که روز به روز دارم بدهکارتر میشه. سلام و صلوات به آقا امام زمان شروع بکنیم به امید یک گوشه نگاه. اینجا محلاست و به مدد آقا امیرالمومنین امشب در خدمت شما. الهی آمدم بر درگهت بهر گدایی، کرم کن از کمند مسیحیت یابم رهایی. نهادم با دلی بشکست سر بر آستانت که با سوز نوا خوانم حدیث بی‌نوایی. ندارد دل قراری، ندارم جست و یاری، بگیر از دستم ای دوست که ما را غم غصاری. مهمون امشبمون خیلی مهمون ویژه‌ایه و میتونم ادعا بکنم که همه ما باهاش گریه کردیم و ممنونشیم برای قبول کردن نقشی که هر کسی قبول نمیکنه بازی بکنه. عزیز دلم، برادرم آقا انوش معظمی، از بازیگرهای خیلی خیلی خوب سینما که برای من افتخاره و توفیقی که امشب در خدمتش. خیلی خوش اومدید. زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم به پیشگاه ابتدا آقا ابی عبدالله الحسین و بعد بیننده های این برنامه. خدا رو شکر میکنم که به هر حال همواره در این سالها مورد لطف و تفقد گریه کنهای آقا ابی عبدالله بودم. به نوعی مهر غلامی حضرت علی اصغر سلام الله علیه الحمدلله بر پیشانیم زده شده و داریم میگذرونیم دیگه. الحمدلله این ایام سوگواری آقا ابی عبدالله رو هم تسلیت عرض میکنم و هم از خدا میخوام که پیروان و شیعیان با شعور و با معرفتی باشیم برای ایشون. الهی هم تحت تأثیر قرار گرفتم. باش میکنم. زنده باشیم. این که توفیق واقعا این که آدم تا اسمش میاد، تا چهرش میاد، دلها واقعا میره و ایشالا به پر قنداقه حضرت علی اصغر همه عمرمون نوکریه
این آقا باشه و انشالله زیر سایه‌شون باشیم. خیلی خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی. اینجا یه خیمه است، خیمه محلا، نشستیم دور حضرت ابوعبدالله، یه ساعتی حالمون خوب باشه. شاید خیلی دوست دارم بدونن که آشنایی شما از کجا شروع شده. به قول معروف کی عاشق شدید؟ خب ما ایرانی ها و به ویژه بچه شیعه ها از پر قنداق داریم، از شیر مادر داریم، از محبت پدر داریم. ما هم تقریبا چشم باز کردیم از اون لحظه ای که اولین خاطراتم رو به یاد دارم، پدر من گاهی اوقات نواخوانی میکرد در برای هیئت های عزاداری. الان هستن یا نه؟ به رحمت خدا رحمت خدا. سال 66 من فوت شدم. یادم میاد که شاید 4 سالم بود، 3 سال 4 سالم بود، اولین مرتبه که درک کردم مجلس سینه زنی ابی عبدالله که پدرم داشت نوحه میخوند و خوبم میخوند از قضا. بعد منم مورد لطف اون در واقع جمعیتی بودم که توی اون اتاق نشسته بودن و خیلی یک احساس خوب، مثلا یک شعفی داشتم. از همون موقع من با هیئت آشنا شدم. کجا؟ بروجرد میخوند. بیشتر من اون مجلس از بروجرد خاطر دارم. هم عزاداری های خیلی بله. خوب و گرم، سینه زنی های در واقع خیلی خیلی مبسوط و اسمی دارن به قول خودش. سنت های خوب مخصوصا بله، سینه زنی هاش خیلی در واقع با شکوهه بروجرد. البته حیات زنجیر زنی و انواع اقسامش هم دارن، ولی سینه زنی هاشون خیلی معروفه. روز عاشورا گل به صورت بله. دیگه اون یکی از رسومات لرستان هست و بروجرد هم گرد طولایی داره به موازات همین داستان. از همون موقع من آشنا شدم و بعد هم یک ذره دست و پا بیشتر در آوردیم، بیشتر حالیمون شد. خب خودمون توی هیئت ها دیگه میرفتیم میومدیم و 16-17 سالم هم که بود تو محلمون توی قصر فیروزه در واقع خونه های نظامی نیرو هوایی که ما میشستیم اونجا با یک سری از دوستان همسن و سالمون پایه یک هیئت عزاداری رو زدیم با یک چادر خیلی خیلی در واقع محقری و کوچکی، و یواش یواش شروع کردیم ظرف 3-4 سال. الان ماشاءالله بعد از شاید 30 سال که من میرم اونجا ساختمانی شده و با شکوه یک هیئت عجیب و غریبی شده. سالی 1-2 شب یک بار من یه سری میزنم به اونجا. ما پایه‌گذارش در واقع ماها بودیم، یه چند تا دوست بودیم، 2-3 تاشون. چه لذتی هم داره که خیلی چرا وقتی هنوز که میبینی مثلا این بچه های مثلا 7-8-10 ساله میان اونجا با شور و شعف دارن عزاداری میکنن و زنجیر میزنن و سینه میزنن، شاید گذشته اینو نمیدونن که کیا بودن که اون روز اول سنگ بنایی. مطلبی الان به ذهنم رسید بگم. شاید شما مهمون 40 و چندم محلایی به محرم سال قبل و 40 و این سال هم که توفیق شده، همین الان که داشتید میفرمودید یه چیزی رو فکر کردم که حالا با توجه به همه این حرفا و حدیثا و میبینید این فضاها و که بخوان مردم ما رو یه جوری جلوه بدن، بلا استثنا تمام بزرگوارانی که مهمون ما بودن این خاطره رو اشتراک دارن که ما بچه بودیم یا مثلا پدرمون نمیخون، مادرمون چادر بودن. ما از پر قنداق داریم تا دم لحد جدا نشدنیه واقعا. اصلا و بعدم این که ببینید توی ژن در واقع بچه شیعه هستیم. اصلا شما الان یه بچه چه میدونم 3 ساله 5 ساله بچه شیعه رو بیار که قبلا هیچ چیزی راجع به این ماجرام ندیده باشه، مرتبه اولی که چند تا تصویر از عاشورا از عزاداری بهش نشون بدی، شما میبینی گله گله این بچه میشکفه. این تو ژن ماست. تازه به ظاهر عزاداری ها بله. ولی این غم مبارک بله مثلا... بله ببین ژنتیک شده دیگه، رفته تو خونمون، تو ژنمونه، با ماست. مثال دیگه ای میزنم براتون، مثلا ما یک ژنی هم داریم، ما ایرانی ها ژن پهلوانی و حماسیه. چون ما کارمون سینماست، شما همین الان مثلا یه دونه کار پهلوانی مثلا توی سینما تهیه کن مال قرن 12-13، یا یک انیمیشن هایی که تهیه میشه مثلا الان پهلوانان و اینا،
شما یه بچه 3-4 ساله انگار که 100 ساله میشناسه اینا رو. این به خاطر اینکه با اون ژن منتقل شده بهش، آمیخته است در پوست و گوشت ما. امام حسین هم با ژن به ما منتقل شده، عشق ابی عبدالله، عشق عاشورا، عشق ائمه، این توی ژن ماست. هر کاریش هم بکنیم میتونیم فرار هم بکنیم ولمون نمیکنه. و الحمدلله من از بابت خودم از خدا خیلی 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 ممنونم که تو این ایام که میشه یادم میافتن از انواع و اقسام برنامه ها، هیئت ها، تلویزیون، چه میدونم فضای مجازی، این ور اون ور. این باعث افتخار منه که به یاد من میافتن و شاید من به نوعی گاهی اوقات یک سینم یه خورده کدورت داره بابت اینکه چرا تو ایام شادی به یاد من نمیافتن، چرا تو ایام دیگری من مهمان برنامه ها نمیشم. بعضی وقتا با خودم که تو تنهاییم فکر میکنم که شاید این محبت امام حسینه که منو ول نمیکنه. الحمدلله. یعنی خود امام حسین انقدر لطف داره به من بابت این چاکری که کردم در واقع به پیشگاهشون و این چند تا رولی که روی صحنه و جلوی دوربین تلویزیون بازی کردم، شاید دوست نداره آلوده ای چیز دیگه ای بشه. بیت شعر به یادم اومد که میگه تاز معشوق نباشد کششی، کشش عاشق بیچاره به جایی نرسه. خودشون خواستن. بله خودشون خواستن. همه روح و جسم و جانم به شما دل بسته، همه دنیا دل ما را چه عجیب شکسته. ای به قربان شما که خریدار غمی، توی این شبهای تاری ماه تابان منی. به یه جایی میرستی و قراری انتخاب بکن و شاید تو زندگی هر کسی این بزنگاه یکی دو بار اتفاق بود. با این سبقه، با این محبت، با این همه عرض ارادت در طول سالیان متمادی به شما پیشنهاد میدن نقش کسی رو بازی بکنی که بالاخره برای همه ما وقتی اسمش میاد یه بغضی تو گلومون چکت میگیره دیگه. چی شد؟ بدترین نفرین و بدترین ناسزایی که میشه در واقع به زبون ما بیاد به لحاظ اعتقادی، اسم این ملعونه دیگه، ارمله ابن کاهل اسدی. ببینید، برای من یک حسی بود که میتونم بگم جمع ضدین بود. از یک زاویه‌ای که به این داستان نگاه می‌کردم، آقای میرباقری پیشنهاد کرده بودن که این رول رو بازی کنم، یک شعفی داشتم که یک رول فوق‌العاده دراماتیک که به عنوان یک بازیگر این رول خیلی جای کار داره و من باید کار کنم، اون خوشحالی بازیگری شغلی رو داشتم. از یک بابت خب ناراحت بودم، شاید بازم انقدر داغ اون بخش قضیه بودم خودم متوجه نبودم که این طرف چه اتفاقی داره میفته. پیشکسوتان دیگر در واقع یک زمزمایی میکردن توی گوش من که ببین رو لبه تیغی ها، این رولو انجام بدی دیگه باید خدافزی کنی ها. و به نوعی این ترس هم توی وجود من رفته بود که خب برای من رشته‌ای که بهش علاقه دارم، تحصیل کردم، درس خوندم و دارم فعالیت میکنم، خب چرا باید یا به همچین سرنوشتی دوچار بشه با یک انجام یک در واقع نقش. ولی خب از یک بابت دیگه این مسائل باورهای خودم، اعتقادات خودم که میذاشتم کف ترازو سنگین تر میشد و تا
ته دلمون یا حسین میگفتیم. مشکل تو تعزیه‌ها زیاد داشتیم، بله، تو هر کتو محله، بله. ولی ما هرمله نداشتیم، بله. هرمله چون سبقه دراماتیکش کمتر بود، چهره ای ندیده بودن. خیلی وقتا خب دوستان لطف دارن به من یا مردم به من میگن تو خیلی قشنگ بازی کردی، خیلی خوب بازی کردی. من معتقدم که من تلاش خودم رو کردم، شاید از نظر خودم خیلی هم قشنگ بازی نکردم، ولی چون مردم ذهنیتی نسبت به این کاراکتر، به این شخصیت نداشتن و تا حالا کسی بازی نکرده بود، به لحاظ دراماتیک یخ این کاراکتر گرفت. حالا لطف خود امام حسین هم بوده دیگه، منم زحمت خودم رو کشیدم. اما فکر میکنم شاید اگر یک بازیگر چیره دست با تجربه دیگری از تئاتر یا هر جای دیگه هم میومد، نتیجه کار شاید مساوی میشد، یعنی شاید هم بهتر از منم بازی میکرد. ولی خب قرعه فال به نام من زده شد و به قول معروف گفتنی این لطف آقا ابی عبدالله شامل حال من شد و همینطور افتخار نوکری آقا علی اصغر علیه السلام در واقع قرعش به نام من زده شد. قرارداد رو نوشتین و بله، تا الان هم در واقع از برکاتش من منعم هستم، به نوعی برکات معنویش. همیشه آبرویی که خداوند عنایت کرد به این واسطه به من توی مردم اینور اونور که دعوت میشم، میرم میبینم در اقصا نقاط دنیا. شما یه چیزی هولوش 6 سال 7 سال هرمله رو زندگی کردی، یعنی یک نقشی که میشه اشغال اشقیا و اون نوع بازیگری، یعنی اینکه شما اون نقش رو زندگی کردی که تونستید انقدر تاثیرگذار باشی. خب یه عمر خود 6 سال 7 سال، شما قبل از اون نقش و زندگیتون بعد از اون نقش، لحاظ درونی و شخصیتی عرض میکنم، نه زوایای مختلفی داره. از یک بابت که این درد همراه شماست، هنوز این تصاویر بیرون نیومده که کسی ببینه و قضاوتت کنه یا احیانا بد و بیرایی بشنوی یا نشنوی، هنوز اون بازخوردهای جامعه رو نمیدونی، ولی خب خودت میدونی داری چی کار میکنی دیگه. یکیش اینه. یه بعد دیگه قضیه اینه که خداوند انشالله هر بازیگری، هر هنرمندی که در این شاخه کار میکنه، من دعا میکنم اول به این معرفت نائل بشه که شما باید بدونی که چه کار سترگ و بزرگی داری انجام میدی و چه تعهداتی داری. شما داری کار برای امام حسین انجام میدی، شما یه امضایی داری یه جایی میزنی که دیگه در واقع باید آبروی آقا رو حفظش کنی. این خیلی مهمه، احتیاط کنی. در واقع دیگه اون آدم سابق نیستی، یه وقت خدای نکرده مثلا ما بشر خاکیم، بشر چه میدونم ممکن الخطاییم. من همیشه گفتم خدای یک آن به حق امام حسین منو به خودم وا نذاری، یه وقت مثلا انقدر دارم ادای عشق امام حسین و عشق آقا علی اصغر و عشق یه لحظه باعث بانی آبروی اینا نشم، که اینا که در درگاه در عرش آبرو دارن با امثال من در واقع جوجه بازیگر که چیزی تکون نمیخوره. اما به سهم خودم یه وقت آبروی امام حسین رو به خطر نندازم، یه وقت عاشورا رو زیر سوال نبرم، یه وقت به واسطه من صورت حساب واسه امام حسین نره که مثلا ببین این یکی از اون عاشقای توه که مثلا ادعا میکنه اینور اونور میشینه جلو میکروفون تو هر تریبون گیرش میاد، نمیدونم داره داد میزنه و فلان، ولی یه همچین آدمیه. ببین یه همچین حسی هم میاد سراغ آدم که خیلی باید احتیاط کنی توی زندگیت. و اون بخشی که حرفه‌ایه همزاد پنداری کردن با نقشه که اون یه خورده اذیت میکنه. در واقع شما باید به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک بازیگر بری همزاد بشی با اون کاراکتر، با اون شخصیت، که ببینی که خب حالا چی میشه که این هرمله یه همچین کینه ای از امام حسین به دل میگیره و داستان چی هستن. و برای خودت در واقع اون پیرنگ، اون روابط علت و معلولی رو هی بسازی، علت دنبال علت ها باشی، علت سازی بکنی، دنبال چراها باشی، به این پرسش ها جواب بدی به لازه حرفه‌ای. خب این بخشش اذیت میکنه آدم رو و درون تو در قلیان و بیرونت مجبوری که توی جامعه یه جور دیگه هستی. اینا خب تأثیر میذاره دیگه، بازیگر پیر کنه واقعا این داستان ها. چه
دردید زندگی کردن با نقش هرمله؟ کجا کم آوردیم؟ توی در واقع روزی که اون مواجهه مختار با هرمله بود، روز عجیب و غریبی بود برای من، روز سختی بود، روز ناامیدی بود، روز اصلا عجیبی بود برای من. از یه بابت از صبحش مثلا نمیدونستم قراره که یه همچین پلانی گرفته بشه، باورتون میشه؟ فکر میکردم مثلا میرم یه حضوریه، یه جا قرار وایستم، مثلا دوتا پلان از صورت من بگیرن و حالا باقی داستان بیفته برای روزهای دیگه و اینا. بعد من از همون روز یه خورده آقای میرباقری هم در واقع محبت همیشگیشو از من دریغ میکرد، یه کمی مثلا سرسنگین شده بود با من و حالا نمیدونم بابت چی بود، شاید بابت این بود که تمهید خودش بود برای بازی گرفتن از من. ولی خب اون میرباقری مهربون همیشگی که منو میدید لبخند میزد اون روز نبود و ما قبل از ظهر یه پلانای دیگه ای کار میکردن، نهار رو آوردن، آقای میرباقری رفت توی نمازشونو که خوندن توی سایه نشست رو همون سقف‌ها، یه چیزایی رو آچار نوشت و دستیارشون آورد داد به من، گفت اینا رو حفظ کن. من دیدم یا خدا، دو صفحه آچار دیالوگ میرباقری که معروفه توی سینما، دیالوگ آقای میرباقری که چقدر سخته حفظ کردنشون. و بعدن دستیارا به من گفتن، میگفتن تمام عوامل، گفتن ما سه روز اینجاییم بابت اینها. به کرم آقا امام حسین دو ساعت نشد، یه ساعت و نیم، دو ساعت ما جارو کشیدیم از اون لوکیشن اومدیم بیرون. انقدر وقت اضافه آوردن که رفتن پلان جا مونده در واقع گرفتن. خیلی سخت گذشت سر اون پلان به من، پلان عجیبی بود. چرا؟ دو سه تا داد بعد آقای میرباقری سر من کشیدن، نمیدونم، همش پیش خودم میگفتم که من چه گناهی کردم، مثلا من که دارم زورمو میزنم که، یعنی دیگه همه چشم هرمله نگاه میکردن. شما باورتون نمیشه توی یه برداشتی قرار بود که من این چاقوری که میخورم از پشت بیفتم. خب اونجا صخره های تیزی بود، خیلی تیز، یعنی با پای برنو رو صخره را بری قطعا پای آدم میبره. بعد من یه ذره آرنجمو حمایل کردم، یه کمی هم خون اومد، آقای میرباقری داد زد سر من، گفت این چه وضعشه، این که لو میره که افتادی، از دستت کمک میگیری، این چاقو خورده تو گلوش، همون مال کربلا عکس شده، باید یه تیکه بیفتی. و انقدر برای من سخت بود، باور کنید که من شاید خود امام حسین نگه داشت، اگر دقت کنید اون تیکه رو من یه تیکه میفتم رو اون صخره، بدون اینکه زیرسازی شده باشه، بدون اینکه چیزی، که زمانی که اون زره رو وا کردم دیگه غروب رفتم توی اون خوابگاهی که داشتیم، تمام روی کتفای من خونی شده بود، بریده شده بود و اینا، و عجیب و غریب بود، روز سختی بود. آقا این بار باشه اینو عرض بکنم، ولی خب من نمیدونم قسمت چی بوده، هر موقع بخوام گریه بکنم، یعنی به صدام ثانیه ای بغض داشته باشم، یا یه تصویر از کربلا منو ویران میکنه. 18 جناح فری و اصلی تحمل کرده، یکیش هم بدترینش هم شاید سختترینش هم این بوده، غم جوون، غم برادر، غم برادرزاده، بعد کسایی که همه چشم امیدشون مثلا به خود آقا بوده. بعد دیگه برای شیرین ترین لحظات یک پدر اینه که یک بچه در واقع 6 ماه رو بغل کنه، چقدر شیرینه این بچه، وقتی که بهش فکر میکنی عمق فاجعه رو تازه متوجه میشی که عمق فاجعه کدوم صحنه، همون صحنه ای که تیر در واقع زده میشه، اونم به این دلیل که من مثلا رد میشدم در خیلی از حیات، که رد میشدم میدیدم که به هر حال یه پروژکشنی گذاشتن، یه تصاویری هست، و با احترام به تمام هنرمندایی که توی سریال مختارنامه، من دست و پای همه‌شون رو می‌بوسم، کار کردن و زحمت کشیدن، اجرشون هم با آقا عبی عبدالله، ما هم ممنونشون. من آقای سرجم یه قسمت و نیم بازی دارم، 5-6 تا سکانسه کلن اگر بخوای کیلومتری نگاش کنی، آخر قسمت 29 میام تا قسمت 30.
تموم میره پی کارش. اما تو این 10 سالی که داره از مختارنامه پخش میشه، من فکر میکنم که شاید به 1,000,000 بار هم رسیده باشه، شاید به میلیون ها مرتبه رسیده باشه که این صحنه رو مرور میکنن و تداعی میشه براشون، یا اسم هر ملکی که میاد یه جورایی با چهره من تداعی میشه براشون. اشکالی هم نداره ها، یه جورایی شاید این سعادت منه، این لطف امام حسین. منم به همین در واقع امید بستم که امام حسین، من نمیخوام گروکشی کنم، ولی به عنوان مثلا یه عاشق، به عنوان یه نوکر ته دلم، یه وقتای شما یه انتظاراتی داری، رومم نمیشه اینو بگم، ولی من فقط با همین امید در واقع زندگی میکنم که واقعا اونور خط امام حسین به خاطر همین ماجرا دست منو بگیره، واسطه بشه و خداوند از گناه ها بگذره به خاطر این. نمیدونم، خیلی سخت بوده این سال ها، خیلی مثل که فشار زیاد بوده به خاطر این. آره، یه وقتا یه فشارهایی میاد، نه مردم لطف دارن، خدا میدونه، حتی از روی لطفشون بعضی وقتا، مثلا از روی سادگیشون، این ور اون ور که دعوت بشی، یه مرتبه میبینی یکی نفر تو اون جمعیت صدا میزنیم یه هر ملی عکس با من میگیری. اوایل ناراحت میشدم، الان دیگه ناراحت نمیشم، هم اشکال نداره، هم معرفت دیگه، زیاد از این حکایت ها شنیدم. شما با کس دیگه معامله کرد؟ اون کسایی که یه خود آدم حسابی هن و سیمشون وصله به من گفتن که تو هرمله امام حسین. ناراحت نشو. سلام اربابا، امید قلب بی تو. شما کربلا رو بازی کردید، زندگی کردید، بهت اجازه بدن که یکی از صحنه‌های کربلا رو از تاریخ پاک کنی. کدوم صحنه است؟ قد دردناکه. یه شعرهایی که در این رابطه میخونن، یا مثلا ذکرهایی که میگن، خیلی تاکید رو لحظه ناامیدی ابوالفضل داره که برای هیچ کی پیش نهد، خدای هیچ وقت هیچ مردی رو اونجوری ناامید نکنه. راحت یه سوال بکنم؟ بفرمایید. الان تو صحبت ها این حس رو گرفتم ازت، هر مله یه اتفاق خوبی بوده در بازیگری برات، ولی حس میکنم هر مله موندن و این جان داره اذیتت میکنه. قطعا همینطوریه، بله، منکر نمیشم. اولا که من اول عرایزم گفتم که خدا رو شاکرم، منت دارم که مهر غلامی اول ابی عبدالله و بعد آقا علی اصغر سلام الله علیه رو تا قیام قیامت با این نقش روی پیشونی من حک کرد. اصلا از این بابت چیزی و منت دارم، از سرمم زیادیه. ولی خب اگر بخوایم از زاویه شغلی بهش نگاه کنیم، من یه بازیگری هستم که تلاش کردم، تحصیل کردم، درس خوندم، تمرین کردم، الان یواش یواش دارم تو کانال 30 سال وارد میشم که در واقع فعالیت میکنم تو این رشته. یه خورده دردآوره، من رولای متفاوتی هم داشتم، نه اینکه نداشته باشم، اما یه کمی دردآوره اینکه شما مثلا برای یک سریال پلیسی اسمی ازتون دفتر تهیه برده بشه و بگن که آقا رول این پلیس مثلا این سرگرده رو بدیم انوش معظمی، هم فیزیک مناسبی داره، هم بازی مناسبی اینا، و بعد یکی از دست اندرکاران شبکه بیاد وارد بشه بگه نه 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 اون داعشیه رو بدیم بازی کنه، و این مردم ذهنیت دارن ازش. آقا ما بازیگریم، اصلا الان رول فرشته رو میتونیم بازی کنیم، یه ما دیگه رول شیطان رو بازی میکنیم، چه فرقی میکنه؟ آخه این چه برچسبی روی آدم میچسبونید و در واقع این کم لطفی ها رو میکنید که بعضی وقتا من چند مرتبه پیش آمده که اصلا قهر کنم برم،
برم یه توک قلمی داریم، بعضی وقتا یه نمایشنامه می‌نویسیم، بیشترم مذهبی می‌نویسم، برم دنبال نمایشنامه نویسی خودم. ولی خب تحصیل کردم، زحمت کشیدم، دوست دارم که خروجی کارم رو ببینم. الحمدلله تو همین کارهایی که انجام دادم من بد نبودم، خدایی عالی بودی. به نظرم میرسه فیلمسازهایی که با من کار کردن عموما راضی هن. همیشه این رضایتمندی رو توی چشماشون دیدم و توی حرفاشون، و این گله رو دارم واقعا. این گله رو از همسنفای خودم دارم، از کارگردان ها، از تهیه کننده ها. چرا یه برچسبی روی پیشونی آدم میزنید؟ من در کنار در واقع مختارنامه، در کنار رستاخیز که شن رو بازی کردم، من دندون طلا هم کار کردم، من رولای دیگه هم کار کردم، من کار کودک کردم. حالا شده کم بیاری شکایت کنی به امام حسین؟ نه به خدا، اصلا خجالت میکشم، اصلا قابل قیاس نیست این داستان ها. که چه میدونم صد تا از این عمرها و این کارا فدای یه گوشه چشم یه نگاه امام حسین. شما در کنار اینکه شاید همه به این نقش میشناسنتون و خودتونم برای خودتون افتخار میدونید، من الان تو این گفتگو متوجه شدم که بسیار زیاد آدم فرهیخته‌ای هستی. اختیار داری، زندگی میکنی تو جامعه، مطمئنم با جوانا در ارتباطی. چی میخواد جامعه ما امروز؟ گفتگو، زبان مشترک، زبان مشترک دو سه نسل با هم دیگه. این مقفول مونده، ما این زبانه رو نداریم در واقع. ما به عنوان مثلا نسل قبلی باید یه خورده آپدیت کنیم خودمون رو، بیاریم بالا، به روز بشیم، زبون جوون نسل امروز رو بفهمیم، بعد با زبون خودش در واقع باهاش صحبت کنیم. ما واقعیتش رو میخوام همین رو به شما بگم، ما جوانای خوبی داریم، این هم هیئت داریم، و مثلا من نوکر مدعاها هستم. ببین من از اون مدعاها، مثلا این جوون پسنداش، دوستشون دارم، همینقدر همیشه گفتم خدا رو گواه میگیرم. اون کسایی که لااقل این دیالوگ منو، در واقع این حرف منو پیششون همیشه گفتم، خودشون شهادت میدن در این لحظه اگر بشنون. من میگم من نوکر اون مدعایی هستم، انقدر جذابیت داره که 500-600 تا از این جوونا رو جمع کرده زیر یه سقف، توی زمانه ای که هر لحظهش میتونه در واقع پتانسیلی یه فتنه رو داره، هر چاله ای پسش یه چاهیه که توش تهش یه آناکوندا خوابیده برای جوونا. این چند ساعتی میاره اینها رو مثلا مشغول میکنه به ذکر امام حسین، ذکر ائمه. اما ما خروجی باید بگیریم، یعنی این نباشه که ما این جوونه رو اینجا ولش کنیم مثلا تموم، این هیئته که رفت بیرون دیگه تموم شد، کاری باش نشه. این اون زبونه است که عرض میکنم. امام حسین این مغناطیس رو داره که این نسل ها رو به هم برسونه. به نظر شدید همینقدر که شما میبینی که از اول ذی‌حجه همش صحبت پرچم امام حسینه و نمیدونم تهیه کنیم خیمه و این، یعنی مغناطیس امام حسین اومده. امام حسین کار خودش رو انجام میده، ما نباید صورت حساب درست کنیم برای امام حسین. بدبختی ما الان اینه، واقعیتش اینه که آدم یه چیزایی رو تو جامعه میبینه میگه خدایا این چه جریاناتیه که یه رفتارهایی داره انجام میشه در سطح جامعه. ما برای وصل کردن اومدیم، نه برای فصل کردن اومدیم. که صورت حساب ما حالیمون نیست. آقا صورت حساب این برای امام حسین میره، تو داری به اسم امام حسین مثلا میری چه میدونم یه حرکتی میزنی. صورت حساب این برای اسلام داره میاد، صورت حساب این برای شیعه به ویژه داره میاد. تو این دوره‌ای که در واقع دوره ارتباطاته، عرض کردم یه دونه دکمه میزنی در لحظه با اون ور دنیا در ارتباطی، تو دیگه نمیتونی خیلی نسل. ببینید من نمیگم ما نسلی هستیم که سرخورده ایم، نه، نسل ما اونجوری بود، وسایل ارتباطات جدیدش آسان‌تر بود، یعنی رفتار با نسل ما موقع دردسرهای کمتری بود نسبت به الان. رفتار با نسل ما آسان‌تر بود، ما زودتر میپذیرفتیم. ما باید بپذیریم که جوون امروزی استدلال میخواد، جوون امروزی سوال داره، بعد دیگه زبان بیشتر از همه اینا محبت میخواد، محبت اصلا. و زبان هم دیگه زبان 40 سال پیش کارگر نیست، من امروز باید مجهز بشم به زبان روز. اصلا ائمه ما توی سیرشون همینه، زبونشون زبون روز بوده، نیاز روز بوده.
خوابه، الهی قربونش برم که داره هنوز میخنده، بیا نگاش کنم به زینب قد علیم بلنده، بیا نگاش کنم به زینب قد علیم بلنده، دستم که نمیرسه ببوسمت مادر، سینه میزنم فقط واسه غمت مادر، داری میری جلوتر پیش داداشی اکبر، به پا نیفتی مادر، علی علی لالاییم، علی علی لالاییم، علی علی لالاییم. این دوستان من یک کار خیلی قشنگی کردن که من حیفم اومد نگم، به نام نظر آب. تلفن رو برمیدارید 99-98 رو میگیرید، یه چند تا آیه از سوره نور رو میشنوید، بدون این که هزینه پرداخت کنید، به نیت شما و به نیابت از شما آب نظری میرسه دست بچه هایی که در مناطق محروم هم. هر کسی دوست داره تو این طرح شرکت بکنه، ایشالله یه روزی بیاد تو این کشور، هیچ گرفتاری گو برای محبت، برای صداقت، برای رفع کدورت ها، برای اینکه اگه کسی یه وقتی یه دلخوری هم داره دستشو بگیریم بیاریم، این شبا شبای خوبیه. بله. اگه یه نگاه عینکا رو برداریم، من اصلا با این کلامی که میگن مردم ما یا جوونامون دینگوریز شدن موافق نیستن، اتفاقا من میگم ما جوونهامون و مردممون به شدت دین دوستن. شاید رفتار و اعمالی که از من دیندار دیدن اونو دلخور کرده. و محرم یه وقت خوبیه که هر کدوممون خلوت کنیم. من نمیگم 1444 سال قبل امام حسین فرمود خیمه رو خاموش کنید، هر کی میخواد بره بره. همون لحظاتی که خیمه خاموش شد همه فکر کردن زیر اون خیمه، تصمیم گرفت. محرم یه وقت خوبیه برای اینکه فکر کنی. من به عنوان روسیاترین بدترین نوکر امام حسین میگم این شبا هر کدوم برای خودمون یه خلوتی بکنیم، شاید این تفکره بتونه جامعه زیباتری رو بعد از این دهه برام رقم بزنه، تو قضاوتامون، تو حرف زدنامون، تو برخوردامون. من فقط یه چیزی رو به فرمایشات شما اضافه کنم، یه تجمله ای، و اون که بین امام حسین همون 1444 سال پیش انگار همین دیشب بوده، زمانی که برمیگرده میگه هر کسی که اندازه یه ارزن حق و ناس به گردنشه، در واقع جهاد من از روی گردنش برداشته میشه، برو حق و ناس رو بهش برس. ببینید الان یکی از واجبات زندگی امروز ما توی جامعه که ما دائم چیز کنیم حق و ناسه. ببینید خیلی راحت حق و ناس این ور اون ور میشه و اصلا یه جورایی من نمیدونم بذر ناامیدی تو جوونا میکاره. وقتی یه جوونی میبینه که مثلا یک پیری داره حق و ناس رو ضایع میکنه، خب شما چه انتظاری از این جوون؟ چه خروجی میخوای از این جوون بگیری؟ چی بهش دادی که بگیری ازش؟ آقا شما به قول معروف گفتنی باد بکاری طوفان درو میکنی دیگه. دیگه نباید گله داشته باشی، نباید سرکوب کنی. و همونجور که عرض کردم تمام اینا صورت حساباش برای امام حسین میاد. انوش جان من میدونم خیلی سختی کشیدی، شاید یه سری هم نه از سر یه وقت کینا احساساتشون جایی تندی کردن، زبونم لال میشه دیگه به عزیزت بی احترامی کرده باشه. میخوام من این برای صندلی امشب از طرفشون، از طرف همه شون از شما حلالیت بخوام.
زنده باشین. خواهش میکنم. بله، تو این سالها خب همه جوراش رو من دیدم، هم تو برخی قضایا که حالا یه خاطراتی هست و اینها، مادر مورد هجمه قرار گرفت خیلی سخت، بعد و بیرا زیاد تو این فضاهای مجازی میگفتم به خودم. اول بگم که من هر سال محرم که میشه در واقع همه رو حلال میکنم. قربون معرفت. امسال هم هر کس هر چی که گفته، هر تندی کرده، اینها رو من به برکت این محرم و امشب و به برکت وجود بله مبارک و مقدس آقا علی اصغر سلام الله همه رو حلال میکنم. اگر هم جایی اسایه ادبی از من شده، یه وقت یک زیادی گفتم، حرفی زدم که به مذاق بعضی خوش نیومده، حلالیت میطلبم. به کرم آقا امام حسین از ما بگذرن و ما رو ببخشن. و یه بیتی هست که میگه که خرقه زهد و جام می گرچه ندر خوره همان، این همه نقش میزنم از جهت رضای تو. ما هر کاری که میکنیم، چه بازیگری میکنیم، چه میریم هیئت سینه میزنیم، در واقع هر کاری، هر عملی که صورت میدیم برای رضای خداست در درجه اول. و اینکه یه جوری خودمون رو تو دل امام حسین و ائمه جا کنیم و رضایت خاطر امام حسین رو به جا بیاریم. و صد چو اینها به فدای پر قنداق شش ماهه آقا علی عبدالله حضرت علی اصغر، انشالله که به برکت نام حضرت علی اصغر خداوند در این شب از گناهان همه ما بگذره و سال دیگه یه همچین شبی باز هم ما زنده باشیم و همچین شبی رو ببینیم، همچین مجالسی رو ببینیم و توفیق عزاداری برای سالار شهیدان رو داشته باشیم. جدی جدی عرض میکنم خیلی کیف کردیم، زنده باشیم، شب خیلی خوبی بود. بله. و اگه همه ثروت عالم و نمیدونم بهترین نقشای دنیا و همه اینا رو هم اگر یه روزی به شما هدیه بدن، در برابر اون هدیه‌ای که از طب عبدالله به شما داده واقعا ذره بیش نیست. واقعا همینطوره. ما یه یادگار با ارزش، اونم تربت حضرت سید شهدا است، از طرف محلا هدیه. حالا قبل از اینکه این در واقع یادگاری رو من از شما بگیرم، من یه خواهش کوچولو دارم. برای ما چهره شما همیشه برای ما با روزه و نوحه و اینا تداعی شده. من میتونم خواهش کنم دو بیت روزه ابی عبدالله ما رو مهمون کنید؟ ببینید ببینید گلم را ندارد، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد سر جنگ ندارد، سر جنگ ندارد، غم نخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم نخور خصم خوارج می شوی تا ابد شبیه
خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. برسه به روح پدر بزرگوارتون، برسه به روح همه تعزیه خونای عالم الهیم. از اول خلقت هر کی خصوصا نقش مخالف خونده، انشالله همه شون امشب سر سفره آقا و مولا حضرت ابا عبدالله مهمون باشن. بازم عرض میکنم خیلی کیف کرد. زنده باشین. عرض شما با ابا عبدالله. یا علی مدد. زنده باشین. شما بر قاتلان سید و شهدا هم لعنت. لعنت لعنت تا صبح قیام. زنده باشین. زنده باشین. خیلی ممنون. ممنون از محبتتون امشبم. بفهم. باشم. ممنون از محبتتون امشبم. به اذن امام زمان زیر این خیمه بودیم و نفس کشیدیم و ایشالله تا عمره فقط زیر این خیمه باشیم که همه خبرها همینجاست. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.